اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. درود به میهنان ارجمند و یاران و همراهان گرامی. خوشحالم که باز در خدمت شما دوستان عزیز هستم تا اندکی درباره گوشه‌ای از تاریخ و فرهنگ سرزمین گرامی خودمان ایران با شما بگویم. در ماه فروردین هستیم. ماه حیات، ماه رویش زمین، ماهی مقدس در آیین‌های باستانی ایران و ماهی که سرشار از جشن هاست. ما در تقویم کهن ایرانی و در فرهنگ قبل از اسلام جشن‌های فراوانی داشتیم که خوشبختانه چند سالی است که نویسندگان و محققان و پژوهشگران به اون توجه دارند. ایران سرزمین جشن‌ها بود از فروردین تا ماه اسفند. عده‌ای از دوستان گاه انتقاد می‌کنند و حق دارند که انتقاد بکنند که چرا ما به گذشته برمی‌گردیم و از گذشته صحبت می‌کنیم و نگاه خودمون رو به امروز و آینده نمی‌اندازیم. اندکی من در این زمینه توضیح میدم قبل از اینکه به دو جشن از جشن‌های فروردین ماه، یعنی جشن 17 فروردین و جشن 19 فروردین بپردازم. دوستان گرامی، ما به گذشته نمیخواهیم برگردیم. گذشته گذشته است و به قول خیام، فردا که نیامده است از او یاد نکن، تا جایی که میگوید بر آمده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد نکن. به جز خوش باشی باید در زمان حال بسیاری کارها را انجام داد، من جمله گذشته رو شناخت. ما به گذشته بر نمی گردیم و نمی توانیم برگردیم، نه به آیین‌های گذشته. منظورم از آیین‌ها جشن‌ها نیست. بسیار چیزهایی که مردم معتقد بودند و در قبارهای زمان مخفی شده، و نه به حکومت‌های گذشته. حکومت‌های گذشته در هر کشور مال همون روزگاری بوده که مردمان اون روزگار در آن میزیستند و میراثی برای ما باقی گذاشتند. ولی گذشته رو باید شناخت، خوب و بدش رو باید شناخت. گذشته شناسنامه ماست. ما جد اعلای ما مرده، مادر بزرگهای ما مردند، برخی از ما پدر و مادر خودمون رو از دست دادیم، ولی نمی توانیم وجود اونها رو نفی بکنیم با خوب و بدشون. ما زاده پدر و مادر خود و اجداد خود هستیم و به نوعی هویت خودمون رو در اونها باز می‌یابیم. به همین دلیل وقتی ما به گذشته سفر می‌کنیم و سعی می‌کنیم که گذشته رو بشناسیم، دنبال این نیستیم که هر آنچه که در گذشته رخ داده مهر تایید بر اون بکوبیم. حکومت ها رو مثلا، حکومت هخامنشیان حکومت قدرتمندی بود. در دوره داریوش اوج اون بود و در دوره کوروش زیبایی های خودش رو نشون داد و بعد با اسکندر و حمله اسکندر از بین رفت. ما نمیخوایم بگوییم که هر آن چه در دوره هخامنشیان رخ داده درست بوده و باید مهر تایید بر اون کوبید. یا در دوره اشکانیان
که 400-500 سال خلاصه حکومت کردند، جنگاورانی دلیر بودند، ولی حتما وقتی کنکاش بخونیم در اون دوره هم چیزهای منفی وجود داشته، همچنین ساسانیان دولتی پرشکوه که به دست عرب، به دست مسلمان ها منقرض شد و بسیاری کارها انجام داد. ولی ما کشتار مزدک رو داریم، به دار کشیدن مانی رو داریم، شورش بهرام چوبینه رو داریم، کارهای خسرو پرویز رو داریم. من میخوام تأکید بکنم که وقتی از گذشته صحبت میکنیم، میخوایم هویت واقعی خودمون رو چه خوب و چه بد بشناسیم. همچنین پس از اسلام که بس های هویت رو که من دارم انجام میدم، یعنی کار میکنم روش، الان 6-7 برنامه تا حالا پخش شده، واقعا باید تأکید بکنم در طول دهه‌های گذشته من روی تاریخ ایران کار میکردم، ولی بحث هویت چکیده کار 30 ساله روی تاریخ ایران هست که ما هویت خودمون رو بشناسیم. به همین دلیل من اشاره کردم تاریکی ها و روشنایی های آن، باید هویت واقعی رو بشناسیم. و اگر به گذشته سفر میکنیم، منظور این نیست که کارهای مثلا همه کارهای داریوش هخامنشی رو ما مورد تایید بکوبیم، یا کارهای نادرشاه افشار رو که سپهسالاری قدرتمند بود ولی هند رو به خاک خون کشید و در دهلی کشتار کرد، پسر خودش رو کور کرد و خیلی کارهای دیگه. ببینید دوستان عزیز، بحث بر سر شناخت هویت واقعی است در مقابل هویت جعلی آخوندها، هویت اسلامی که به ما دادند و ما رو فلج کرده. و اگر ما صحبت میکنیم از گذشته، معنای آن تأیید سراسر گذشته نیست، بلکه شناخت گذشته است و نقاط مثبت و منفی. و اما گذشته ما، اون قسمت قبل از اسلام، گذشته است که به جز دوره سلوکیان که در حقیقت حل شدن تو ایرانی ها در ایران و فرهنگ ایران، مال خود ما بود. ما 4 دولت حکومت کردن: هخامنشیان، بعد سلوکیان، بعد اشکانیان و بعد ساسانیان. بسیاری چیزها برای ما بیادگار گذاشتن. وقتی ما مثلا جشنهای گذشته رو بررسی میکنیم، این سوال روی میز میاد، در افق و چشمانداز قرار میگیرد که آری، در تمام جهان 2500 سال قبل، 3000 سال قبل، حکومت‌های استبدادی بودند. خبری از دموکراسی، آزادی، عدالت، برادری به شکلی که امروز انسان قرن 21 دنبالش میکرده وجود نداشت. ولی در همون روزگار بسیار زوایای مثبت وجود داشت که ما وقتی مراجعه میکنیم و اون روزگار رو مقایسه میکنیم با روزگار کنونی، با روزگار بخصوص این 43 سالی که آخوند تمامیت اسلام خودش رو به میدان آورده و ما تجربه خلاصه عملی حکومت کردن اسلامی آخوندها رو دیدیم، وقتی مقایسه میکنیم قابل مقایسه نیست آن دوردست‌های تاریخ و فرهنگ گذشته ای که سرشار از نکات مثبت بود. زیرا در طول تاریخ ما 2 خط موازی رو داریم: یکی حکومت‌ها هستند، یکی ملت‌ها. آنچه زاده می شود از درون ملت‌ها زاده می شود. اندیشمندان، متفکران و فیلسوفان و بقیه کسانی کار فرهنگی می کنند، کار فکری می کنند، تلاش می کنند، مبارزانش. و نیز ما حکومت‌های پادشاهان رو داریم که در بسیار اوقات اینها نزدیک می شن به ملت خودشون، کارهای مثبت می کنند، نام نیکی از خودشون به یادگار می زارن، مثل کوروش، مثل آریوبرزن سرداری که جنگید، مثل مزدک که اندیشمندی بود که از درون مردم برخاست، و نیز شاهان، کوروش یا کریم خان زند یا یعقوب لیث، اینها نزدیک میشن به مردم و مثبتاتشون افسوده میشه.
این اشاره کوتاهی بود. یکی از نکاتی که من میخوام روی همین زمینه صحبت بکنم به طور مختصر، مقوله جشن هاست. فارغ از هر نگاهی که ما داشته باشیم، نگاه چپ، راست، میانه، اسلامی، نمیدونم خلاصه سوسیالیستی، کمونیستی، سوال اینه که یا این جشن ها خیالات و دروغ هایی هست که به تاریخ ایران اضافه شده، و یا این جشن ها وجود داشته و جشن وقتی به وجود میاد از درون ملت میجوشه، چون متعلق به پادشاهان فقط نبوده این جشن ها، که از درون مردم جوشیده و از درون فرهنگ مردم، و به خصوص جشن های ایرانی از درون آیین ها به خصوص آیین زرتشت جوشیده. سوال این است که چه نقاط مثبتی وجود داشته که ایران به طور واقعی در طول 12 ماه سال سرزمین جشن ها بوده؟ آیا مردمی گرسنه، قحطی زده، اسیر دشمن، مورد هجوم دشمن، تاریک اندیش، مأیوس، می توانند این همه جشن برپا کنند و این همه شادی؟ امکان نداره. پس باید چیزی وجود داشته باشد، فرهنگی وجود داشته باشه، نگاهی وجود داشته باشه، فلاسفه‌ای، رسولانی، پیشتازانی، کسانی وجود داشته باشند که جامعه رو مزین کرده باشند به شرایطی که در درون این جامعه بتوان پای کوبید و رقصید و شادی کرد، و نیز چنان که در گاتا می‌خوانیم باید آیینی وجود داشته باشد مثبت، که چنان که زرتشت می‌فرماید و اهورامزدا جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. یعنی از درون پروردگاری که زرتشت معرفی می‌کنه یا نگاهی که اون داره، شادی از بنیادهای تفکر فلسفی مردم ایران به تبع نمایندگان فکریش میجوشیده، و نیز شرایط سیاسی و اجتماعی ایران. توجه داشته باشید که برخلاف دوران بعد از اسلام که مثل یک کاسه چینی بود که به زمین خورد و تکه تکه شد، و برخلاف دوره قبل که 4 حکومت در طول 1500 سال ما داریم، در طول این قسمت دوم، یعنی از آغاز اسلام تا الان 1400 سال، تا جایی که یادمه 125-6 حکومت در ایران وجود داشته باشه که حکومت های ریز و درشت، برخی مثل سلجوقیان و خوارزمشاهیان، نمیدونم غزنویان، بسیار قدرتمند و گسترده بودند، و نیز همزمان حکومت سامانیان رو ما داشتیم در کنار صفاریان، صفاریان در کنار علویان، علویان در کنار طاهریان، و اینا موجب جنگ و جدل میشد، حمله میکردن به هم دیگه. بعد هم که وقتی که خوارزمشاهیان به اسلام متراشی شد و حکومتشون ساقط شد، ما دوره ایلخانی و خانخانی رو داریم، بعد از مغول‌ها و آل کرت و آل چوپان و قراقویونلو و آخویونلو میاد جلو، تا تو دوره صفویان دوباره ایران یک پارچه میشه تقریبا، دوباره زمان بعد از صفویان اوضاع به هم میریزه، و سنجام زمان پهلوی است که به اصطلاح دولت واحد، ملت واحد، زمان رضا شاه در دستور قرار میگیره. یعنی 1400 سال بعدی ایران اون ثبات و امنیتی رو که در طول 4 دولت قبلی داشت، حتی دوره سلوکیان نداشت، که مردم بتوانند بزنند و بکوبند و همزمان با آن پروردگاری که شادی را برای انسان آفرید درو شد و کشتار شدند پیروانش، سرکوب شدند و یک خدایی رو آوردند که یک سوی اون جهنم زبانه می کشید و گرز نکیر و منکر و پوست اندیشه انسان رو می کند. بنابراین با چنین پروردگاری نمیشه شاد بود رقصید، باید دائم سجده کرد، دائم دعا خوند. تا امامان شیعه رو شما نگاه بکنید، نمونش سجاد، این همه ترس و لرز از پروردگار. به همین دلیل وقتی به گذشته برمیگردیم اینها رو باید ببینیم به چه دلیل این همه جشن وجود داشت، یا دروغ بودنش رو ثابت بکنیم، یا اگر دروغ نیست
بیاندیشیم که چگونه بود. با این نکات برویم به سوی فروردین که ماه جشن هاست. شما توجه بکنید، فروردین رو ما در صدر همه نوروز رو داریم و قبل از نوروز از ماه اسفند جشن ها شروع میشه و در ماه فروردین ما چندین جشن داریم که برخی از سپیده‌نام تاریخ ایران وجود داشته، تأیید شده و علارغم تلاطماتی که بر ایران فرود آمد، خیزش ها، افت و خیز ها، به جا موند. فروردین در ضمیر ایرانیان باستان، در نگاه اونها یک ماهی بود سراپا تقدس و سرشار از مقدسات، منتها مقدساتشون امامزاده های بعد از اسلام نبود، زیرا می گفتن فروردین مقدس است، زیرا ماه باروری است، ماهی است که زمین می زاید، سبز بر می آید، پرندگان می خوانند. و در فلسفه کهن می گفتن حیات و آغاز هستی و آفرینش جهان توسط پروردگار جهان در این ماه بود و به همین دلیل این ماه رو مقدس می دونستن و جشنهای فروان داشتن. و در حقیقت جشنهای فروردین در مقدمه اون نوروز جشن آفرینش است که می گفتند که در شش مرحله خلاصه اون نیروی حاکم بر هستی دست به آفرینش زد و در مرحله آخر انسان را آفرید. گاه همبار ششم از 26 اسفند شروع می شد تا اول فروردین ادامه داشت و در اون روز معتقد بودند که ارواح مردگان، روانهای مردگان به خانه باز میگردند و باید از اونها پذیرایی کرد. این شش کهنبار را اگر ما دنبال کنیم، نخستینش در میانه اردیبهشت آسمان خلق میشه، دومینش در تیر ماهه که آب خلق میشه، سومین در شهریور زمین خلق میشه، چهارمین در مهر ماه گیاهان و جنگل ها زاده میشوند، پنجمینش در دی ماه که جانوران آفریده میشن و ششمینش و آخرینش در حقیقت گاهنباری است که انسان آفریده میشه. به همین دلیل جشن نوروز جشن آفرینش انسان هست و بزرگترین جشن آینی بود که نتونستن از بین ببرن، رستاخیز طبیعت، زاده شدن انسان، و درباره اون بسیار بسیار صحبت کردن. و جشن نوروز جشنیست دینی، ما الان اون رو یه جشن ملی میدونیم، ولی از درون دین و آیین مردم ایران باستان زاده شده و گفتند که ماه فروردین و نوروز ماه ارواح مقدس است و جشن ویژه آنان است. که بعدها شد دو نوروز، نوروز خاصه و نوروز عامه، که درباره اون صحبت‌های زیادی کردند و به خصوص دیوان‌های شاعران پر است از اسنادی که به اون اتکا کردند. جشن‌های نوروز یکی دیگه جشن فروردگان هست که فروهرها باز می‌گردند که من اشاره کردم از 26 اسفند شروع میشه. و جشن دیگه ما سروش روز رو داریم، یعنی دومین جشن بزرگ ماه فروردین روز 17 فروردین هست که در این روز نیایش می کردند و به آتشکده می رفتند، در مقابل آتش فروزان سرودخوانی می کردند و می گفتند که باید این روز رو اینچنین گذراند و بقیه کارها رو به کنار گذاشت. سروش روز سمبول سروش هست در اوستا، یعنی یکی از ایزدان بزرگ
ایزد تخیل، وحی و الهام، ایزد جنگاور و کسی که اهریمنان رو مغلوب میکنه و خلاصه در ادبیات زرتشتی جشن سروشگان یا جشن 17 روز بسیار بسیار دارای اهمیت است. سمبل سروش روز خروس است، به ویژه خروس سپید، که این خروس سپید نزد ایرانیان کهن بسیار مقدس و محترم بوده. به دلیل بانگ بامدادی او میگفتند بانگ او نشانی از سروش و سروش روز است. بسیار چیزها در این مورد گفتن در ادبیات اوستایی، در ادبیات مانوی، و میگویند که او ایزدی است که قبل از طلوع آفتاب بانگ زده و مردم را برای نیایش فرا میخواند. او بر نظم جهان، خلاصه نظم جهان رو کنترل میکنه. این روز اهمیت بسیار داره و میگفتند که سروش بر فراز کوه البرز کاخی دارد با 1000 ستون که به خودی خود روشن است و ستاره نشان. جسنه بند 10، گردونه او را در آسمان 4 اسب نر درخشان و تیز رو با سمهای زرین میرانند. هیچ موجودی از ایشان پیشی نمیگیرد و بدین گونه است که او دشمنان خود را در هر کجا باشند دستگیر می کند. سروش همیشه بیدار است، هرگز به خواب نمی رود و مخلوقات مزدا را پاسبانی می کند و برای محافظت انسان هر روز و هر شب 3 بار به دور زمین می گردد. نماد مادی سروش خروس نام نهاده شده که به بانگ بامدادی خود مردم را بیدار می کند. هر ملتی اسطوره داره و افسانه، ولی باید ببینیم که افسانه ها چه کار کردی دارن؟ آیا می ترسونن انسان رو یا نه؟ مثل ایزد سروش، این اسطوره نگهبان انسان و زمین است و با گردونه خودش به دور زمین می گردد تا انسان ها حفاظت بشن و خروس صبحگاهی بامدادی سمبل اوست. این اسطوره ها رو ما باید برویم و ببینیم چه فرهنگی حاکم بوده، فرهنگ مثبتی که این اساطیر رو برآورده است، که هر ملتی نیازمند به اسطوره های خودش است و هیچ ملتی رو ما نمیبینیم که اسطوره نداشته باشد. صفات سروش در اوستا این چنین است: قوی بازو، چست و چالاک، چابکترین در میان جوانان، شهریار جهان، دارنده سلاح سخت، سلاح آخته، دارای ابزار مینوی، دارای پیکر نیرومند، کلام او مقدس است، پاکترین است، دارای اندیشه والاست، خوش سخن است، نگهبان آفریدگان، پاسبان گیتی و پناه دهنده بینوایان. و این فرهنگ وقتی منتقل میشه، جشن 17 فروردین، انسان ایرانی رو این چنین میسازند و من میتونم حس بکنم چرا کودکان ایرانی از 13-14 سالگی بعد میرفتن به صحرا میدویدن، فریاد میکشیدن تا ریه‌هاشون قوی بشه و بدنشون رو باید ورزیده نگاه میداشتن، بدنهای غیر ورزیده رو خلاصه سرزنش میکردن. از این فرهنگ میاد بیرون، میتونه از این فرهنگ هم بیاد بیرون و انسانی از درون اساطیر بیاد بیرون که چست و چالاک و شاد و اندیشمند و پناه بینوایان باشد و شاید بتوانیم عیاران رو، روح و خلاصه منش عیاران ایرانی رو بعد از اسلام ریشه در چنین فرهنگی ببینیم. یکی از جشنهای دیگه‌ای که در ماه فروردین هست که ما باید بشناسیم به خاطر همون شناخت هویت گذشته خودمون، جشن فروردینگان هست یا فردوک. این در 19 فروردین انجام میشه. روز 19 هر ماه در تقویم ایرانی فروردین نامیده میشه و مثلا ماه اردیبهشت هم روز 19 روز فروردین است.
خرداد هم روز فروردین است و در این روز جشن میگیرند. در ماه فروردین روز 19 فروردین جشن فروردینگان رو برگزار میکنند. 10 روز این جشن برگزار میشده که شامل پنجه کوچک، 5 روز پایان اسفند و پنجه بزرگ، 5 روز کبیسه. و با توجه به سالی که ماه که 30 روز و سال 360 روز بود، انتهای سال با پایان اسفند 5 روز باقی مانده رو کبیسه می نامیدن و این جشن قلش در حقیقت در 19 فروردین بود. در این روز هنوز هم پارسیان هند در روز 19 فروردین که اون رو فردوگ می نامند به مزار درگذشتگان خودشون میرن، به آنان احترام میذارن و کوشش میکنن که روانهای اونها رو شاد بکنن. موبدان با سرود آفرینگان سرود میخوانند و شادی بیشتر درگذشتگان را از اهورا خواستار میشوند. در حال حاضرم گفته میشود مزارستانی در قصر فیروزه در جنوب شرقی تهران محلی است که در روز 19 فروردین زرتشتیان گرد هم می آیند با گل و گیاه و میوه و شمع و آجیل بر سر مزار رفتگان تا ارواح اونها رو شاد بکنند. این هم جشن 19 فروردین هست که اشاره کوتاهی به اون شد و مهم این هست که ما روی این نقطه مقدار تأمل بکنیم. چرا در ایران این همه جشن وجود داشت؟ در ماه فروردین حداقل 5-6 جشن. تمام ماها وضعیت اینطوری است و متاسفانه به جز مهرگان، به جز جشن نوروز و یکی دو جشن دیگه، بقیه جشن‌ها رو در زیر غبارها پوشاندند تا نتوانند مردم گذشته خودشون رو بشناسند. و یکی دیگه از این جشنهایی که باز در ماه فروردین انجام می شد و هنوز هم در بین برخی از اقوام ایرانی هست، جشن آبریزگان هست که در 30 فروردین برگزار میشه و حتی میگن این جشن مال دوران قبل از جمشید شاه اسطوره‌ای است و به دلیل اینکه ایران سرزمین کشاورزی و کشاورزان بود و نیازمند به آب بودند و اینکه خشکسالی در ایران وجود نداشته باشد، این جشن رو برگزار می‌کردند و هنوز هم در میان کشاورزان ایرانی این جشن وجود داره، جشن آب پاشان یا آب ریزان. و این خاصه زرتشتیان هم نیست، ارمنی ها هم این جشن رو گرامی می دارن و مسلمان ها نیست، در برخی از روستاها این جشن رو گرامی می دارن به خاطر اینکه آسمان ببارد و زمین خلاصه سیراب شود و گیاه بروید. من تأکید می کنم با 2 اشاره کوتاه به 2 جشن در 17 و 19 فروردین، ما باید گذشته خودمون رو بشناسیم. ما باید تمام ستونهایی که هویت ما رو پاسداری میکنه بشناسیم. ما باید مقایسه بکنیم و سوال بکنیم به چه دلیل اجداد دور دست ما این همه جشن شادیانه داشتن و دقیقاً این جشن‌ها بعضیا کوشش میکنند که از مذهب کهن ایرانیان جدا بکنن، چون چنان خرابکاری این آخوندها سر دین و مذهب کردن که حتی مذهب گذشته رو نیز آدم با ترس و لرز بهش نزدیک میشه. ولی این چنین نیست. چنان که تمام سوگها و عزاها از درون دین و آیین آخوندها بیرون میاد. شما نگاه بکنید، 1 ماه محرم، 1 ماه رمضان، 40 نمیدونم وفات 12 امام،
ماجراهای مختلفی که رخ داده، شما تقویم کنون ایران رو نگاه بکنید، ببینید چه خبره توش. سوگ از پی سوگ، زیرا سوگ منفعل میکنه آدم رو. کسی که سوگمنده اصلا به جهان فکر نمیکنه، ولی شادی مهاجم است، شادی زندگی بخشه. و آیین گذشته ایرانیان به شادی تکیه میکرد و پروردگار شادی را برای انسان آفریده بود، ولی آیین آخوندها از دوردستهای تاریخ تا الان سوگ و عذاب و مرگ رو در مقابل چشمان ما به نمایش گذاشته. لباس سیاه رو، عمامه های سیاه رو، اون ریش هایی که واقعا وقتی آدم نگاه میکنه دلش میگیره. و وضعیت کنونی ایران رو نگاه بکنید، از درون مذهب گذشته ما، هویت گذشته ما با همه نقاط تاریکش شادی بود که بر میخواست، فوران میکرد و ایرانیان رو میساخت. و این سو مرگ است و سوگ و عزا، آن هم نه عزایی که متعلق به ما باشد. ما برای کشته شدن آریو برزن که عزا نمیگیریم که، برای سوگ سیاوش مثلا، برای اسطوره های خودمون، برای نمیدونم مرگ ستارخان کسی روزه نمیخونه. تمام این سوگ برآمده از آیین نیست که ریشه هاش ایرانی نیست، هویتش ایرانی نیست، مربوط به سرزمین ما نیست. و بیشتر سوگهای ما در پایه برای کسانی که مملکت ما رو اشغال کردند و غارت کردند و این آخوندهای تحفه رو برای ما به میراث گذاشتند، تا مانند با عرض معذرت از جغد که حیوان زیبا و مفیدی است، بر ویرانها ناله سر بدهند و روزه بخوانند و شادی را بکشند و سوگ را زنده کنند. به همین دلیل است که باید جشنها رو بشناسیم و بیاندیشیم به دلیل برآمدن جشن که از درون آیین و مذهب گذشته ما جوشید، و مقایسه کنیم با روزگار کنونی و سوگ و عزا که از درون آیین و مکتب اجنبیان حاکم بر ایران می جوشد. 17 فروردین و 19 فروردین جشن سروشگان و جشن فروردینگان بر تمام هممیهنان خجسته باد، و با امید آنکه بتوانیم هویت راستین خود رو باز یابیم و با تکیه بر مثبتات گذشته به آینده سفر کنیم و ایران رو سرزمین شادی ها بکنیم و باز هم زمزمه بکنیم که و شادی برای انسان آفریده شد. با امید آن روز پیروز باشید و با امید دیداری دیگر.